بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر بهران مصطفی در پاریس هستیم. آقای مصطفی سلام عرض کردم و وقت بخیر میام خدمت. منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان تلویزیون سپیده استقلال و آزادی. آقای مصطفی، ضمن سپاسگزاری از اینکه باز دعوت ما رو پذیرفتید، مزاحمتون شدیم که با شما در رابطه با مسئله خیلی مهم فدرالی صحبت کنیم. بهتر میدونین، هموطن ما میدونن که با شدت گرفتن نابسامانی ها در جمهوری اسلامی، مراجعات برخی از هموطنان ما به قدرت های خارجی، چه جهانی چه منطقه‌ای، و این سر و صداها در رابطه با جدایی طلبی و این نوع صحبت ها بیشتر و بیشتر شده. اما میخواستم از خدمتتون خواهش کنم که اصلا این مسئله فدرالیسم رو که نوع نگاه های متفاوتی بهش وجود داره رو برای ما و بینندگان عزیزمون طرح بفرمایید. ببینیم چی هستن فدرالیسم. خیلی ممنون. خیلی اتفاقا مسئله بسیار مهمی از مسائل مهم ایرانه. ما با دو مسئله مهم در ایران مواجه هستیم، به غیر از مسئله اصولا دموکراسی، مسئله جایگاه دین در دولت و دیگری اینکه چگونه ایرانیانی که هویت‌های مختلف دارن میتونن با هم زندگی بکنن. این دو مسئله از مسائل اساسی ایران هستند و باید درباره اونها بحث‌ها و نظرات مختلف شنیده بشه و گفتگو بشه دربارش، و من خوشحالم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. اینکه بعضی از گروه ها، افراد سیاسی به دولت های خارجی، قدرت های جهانی یا منطقه‌ای که شما فرمودید مراجعه می کنند، بله متاسفانه اینطوره. بغیر از این که اصولا بارها با هم صحبت کردیم، اصل این که کسی به دولت خارجی مذاکره می کنه به هزار علت غلطه و نتایج بد به بار میاره. ولی این چیزی که برای من جالب بود این که برخی از اینها به عربستان و اسرائیل مراجعه می کنند به نام مثلا دفاع از خلق ایکس یا ایگرگ در ایران و میرن از عربستان کمک بگیرن، از اسرائیل کمک بگیرن، دو کشوری که در اونجا اصلا اقلیت ها حقوق ندارن. در عربستان اقلیت شیعه مثلا که در شرق عربستان زندگی میکنن، اینها اصلا حقوقی ندارن در عربستان، نمیتونن کارهای دولتی داشته باشن، با اینکه یکی از مهمترین مناطق نفتخیز هم در دست اونهاست، یعنی در اون محل سرزمین هستش. ولی حاکمیت عربستان یک حاکمیتی که یک اسلام وهابی سنی خاصی رو حاکم کرده و کسی دیگه ای حق نداره که نظر دیگه ای داشته باشه، یعنی قوم با دین دیگه ای جایی در اونجا اصلا نداره. یا در اسرائیل که خصوصا با قانون اخیری که گذروندن یک کشور یهودی اعلام شده، یعنی بقیه خودشونو نمیتونن اسرائیلی بخونن حتی، یعنی کسی فلسطینی که اونجا زندگی میکنه همیشه این احساس اینکه یکی دیگه است و حتی نمیتونه اسرائیل باشه. حالا صحبت از کشور فلسطین هم نمی کنیم، حتی اون فلسطینیایی داریم میکنیم که در اسرائیل زندگی میکنن. حالا امشب من نمیخوام اصولا به این گروه ها و افرادی که این کارهای خطا و بسیار بدی رو انجام میدن و به میهنشون، به همون خلقی که میگن ازش دفاع میکنن صدمه میزنن، با اینا نمیخوایم صحبتش بکنیم. صحبت ما همینطوری که فرمودید درباره اصل مسئله فدرالیسمه، که این فدرالیسم بالاخره چی هست که اینا فدرالیسم میخوان. میخوان ایران فدرال قومی بشه، یعنی کردها یک جا رو داشته باشن، بلوچ ها یک جا رو داشته باشن، ترک ها یک جا رو داشته باشن، عرب ها یک جا رو داشته باشن و به قول اونها فارس ها هم یک جا رو داشته باشن، و یک تقسیم بندی هایی رو، نقشه هایی رو هر کدوم از اینها هم بیرون دادن و بعضی وقتا این نقشه هاشون هم با هم تضاد داره. خدمتتون عرض کنم اصولا فدرالیسم اگر ما بخوایم مطالعه بکنیم یک نوع سیستم اداری دولتی است، و وقتی من میگم دولت منظورم دولت به مفهوم استیت یا اتا به زبان انگلیسی و فرانسوی یا اشتاد به زبان آلمانی است، یعنی به معنی حکومت نیستش. و تمام کشورهایی که
سیستم فدرالی در اونجا به وجود اومده، کشورهایی بودن که وجود نداشتن، بلکه قبلش واحدهای ایالتهای لندرهای وجود داشتن که اینها یک زمان کانتونهای تصمیم میگیرن از یک زمانی با یک دیگر یک کشور مشترک به وجود بیارن و یک دولت مرکزی داشته باشند و یک قانون اساسی مشترک داشته باشند. اصلا کلمه فدرال که از یک کلمه لاتین هست، مفهومش میثاق است، قرارداد، قراردادی که کسانی که از هم جدا بودن برای همبستگی میشینن کنار همدیگه و این قرارداد رو با همدیگه میبندن تا یک کشور مشترک داشته باشن و البته هر کدوم از این واحدها بتونن از حقوق سیاسی خاصی برخوردار باشن. که این واحدها واحدهای سیاسی مستقلی بودن؟ بله دقیقا، در آمریکا ما ایالتهای مستقل سیاسی داشتیم که حکومتهای خودشون رو داشتن، تصمیم گرفتن یک زمانی ایالات متحده به وجود بیارن، یعنی ایالتهایی که با هم متحد شدن. در سوئیس ما کانتونهایی داشتیم که اینها هر کدوم حکومتهای خودشون رو داشتن و یک زمانی تصمیم گرفتن این کانتونها با یک دیگر یک کنفدراسیون که همون مفهوم فدراسیون رو میده در مورد سوئیس، این فدراسیون رو به وجود بیارن و با هم یک کشور مشترک به نام سوئیس رو تشکیل بدن. در آلمان ما لندرهای داشتیم مستقل بودن از همدیگه، هر کدوم سازمانهای سیاسی خود رو داشتن، در مورد آلمان زبانشون یکی بود، در مورد سوئیس زبانهایشون مختلف بود، در مورد آمریکا تصمیم گرفتن بعدن یک زبان باشه، میتونست زبانهای مختلفی باشه و اینها در آلمان تصمیم گرفتن یک کشور مشترک داشته باشن به اسم آلمان. در کانادا همین مسئله هستش، فرانسوی زبانها و انگلیسی زبانها تصمیم گرفتن یک کشور مشترک داشته باشن. پس فدرالیسم یک پروسه است، یک پروسه همبستگی است، پروسه قدرت هاییست، واحد هاییست که از همدیگه جدا هستند و میخوان با هم یک کاسه بشن و با مسلمن برخوردار بودن از مزایای سیاسی خاصی که حالا موردهای مختلف ما داریم هر کدومشون تفاوت دارن، این رو هم داشته باشن. پس برخلاف اون چیزی که گفته میشه، هیچ کشوری وجود نداشته که وقتی که وجود داشته، سابقه تاریخی داشته، بیان بگن ما فدرالیسم درست بکنیم. در مورد ایران فدرالیسم به هیچ وجه معنی نداره، بر این که ایران کشوری است که حداقل 2500 سال، 3000 سال یا بیشتر وجود داره، تاریخ رسمی داره و یک کشوری است که موجود بوده. البته این به این مفهوم نیستش که حالا در صحبتام خواهم گفت که ایران حقوق همه رعایت می شده و هیچ مشکلی نبوده، ولی در کشوری ما نمونه نداریم که وجود داشته باشه و بعد اون رو فدرالیزه بکنه. البته در کشورهایی که وجود نداشتن یا یک پارچه نبودن یا تحت استعمار بودن، نمونش درباره هند که هیچ وقت تاریخ یک پارچه‌ای نداشته، در کشور هند ایالت‌هایی بوده که شاه‌های خودش رو داشته، مهارجه‌های خودش رو داشته و اینها حکومت می‌کردن، با هم جنگ می‌کردن، ولی در قانون اساسی 1953 شون تصمیم گرفتن که یک کشور یک پارچه داشته باشن، ایالت‌ها هم وجود داشته باشه که البته حالا اونجا یک حالتی است بین کشور غیر متمرکز و کشور فدرال. پس فدرالیسم پروسه جدا شدن از هم نیست، پروسه نزدیک شدن به هم هستش. این بسیار اهمیت داره. متاسفانه برای اینکه این بحث ها نمیشه، نمونه ها آورده نمیشه، اینها برعکس گفته میشه به جامعه ایران که انگار فدرالیسم یعنی اینکه بیایم تیکه تیکه کنیم مملکت رو، برای اینکه هر کس یک حقی داره و حقوقی داره. در مورد ایران خودمون، ما هرگز جنگ قومی در ایران نداشتیم. در تاریخ ایران یک مورد هم نمیشه پیدا کرد که قوم ها علیه یک دیگر جنگ کرده باشن. به عنوان قوم فارس علیه کرد جنگ کرده باشه، کرد علیه ترک جنگ کرده باشه، علیه بلوچ جنگ، قوم های ایدئولوژی، قوم های سازمان های سیاسی داشتیم،
جنگ‌های مذهبی داشتیم. نمونش دولت صفویه که میخواست شیعه رو، مذهب شیعه رو مذهب رسمی بکنه، ترک‌های صفوی ترک‌های سنی رو از بین بردن، با عثمانی هم که ترک بودن می‌جنگیدن و از ایران دفاع می‌کردن. پس همچین چیزی در ایران هرگز وجود نداشته. ولی آیا در ایران مسئله وجود نداشته؟ مسلماً مسئله وجود داره. حالا چه شکلی میتونیم ما به این موزل بپردازیم؟ چه راه حلی براش داریم؟ وقتی که یک کشور وجود داره، یک پروسه دیگه وجود داره و اون پروسه میگن عدم تمرکز. در کشوری مثل فرانسه که 1000 سال حداقل تاریخ رسمی داره، یک سیستمی دارن به اسم سیستم دسانترالیزاسیون، یعنی عدم تمرکز. یعنی چی؟ یعنی که ایالت‌هایی که ساختن، اینها نمایندگانی دارن، کار به یک امور خاصی میپردازن، دولت مرکزی به یک امور خاصی میپردازه، در بعضی از موارد هر دو با هم دخالت دارن و به اون میپردازن. حالا فرق کشورهای فدراتیو با کشورهای غیر متمرکز چیست؟ اولا فرقشون به این مفهوم نیستش که اون یکیشون دموکراتیک تر از اون یکیست. کشور میتونید شما فدراتیو پیدا بکنید که دموکراسیش با کشور دیگه تفاوت نداشته باشه، با کشور غیر متمرکز. بلکه در این است که چون اونها واحدهای جدا بودن و اومدن دولت مشترک رو به وجود آوردن، فدرالیسم وارد قانون اساسیشون شده. یعنی در قانون اساسی اصل فدرالیسم وجود داره، در قانون اساسی امریکا اصل فدرالیسم وجود داره، در قانون اساسی سوئیس فدرالیسم وجود داره، در قانون اساسی آلمان فدرالیسم وجود داره. ولی در کشورهای غیر متمرکز این عدم تمرکز توسط قانون قوانین عادی که از با مبارزه مردم از طریق مجلس شورا پیش برده میشه، اون قانون عادی به وجود میاد. و این قانون همچنان که در فرانسه چندین بار مثلا این عدم تمرکز تغییر کرده، عمیق‌تر مثلا شده، در یک موردهایی بوده که مثلا مربوط به ایالت ها نبوده، الان اونها رو دادن به ایالت ها و یا برعکس. پس فرقشون از نظر دموکراسی نیست که با یک دیگر تفاوت دارن، تفاوتشون در اینجاست که در اونها واحدهای جدا بودن، در قانون اساسی مشترکشون فدرالیسم و عدم تمرکز رو به وجود آوردن، نهادینه کردن، و در اینجا نه. خب حالا اگر ما بخوایم در مورد کشور خودمون ایران صحبت کنیم که این راه حلش چیه، مشکل ما چی هستش؟ ببینید، خب مسلما مشکل اصلی ما که مشکل انسان ایرانی است، شهروند ایرانی است، مشکل عدم دموکراسی است که این چیز جدیدی نیست. متاسفانه از همین 3000 سال که صحبتشو کردیم، 3000 سالی که به غیر از چند سال کوتاهی در دوره‌های ما در سیستم غیر دموکراتیک، در سیستم استبدادی به سر می‌بریم. خب پس اصل اول برای تغییر استقرار دموکراسی است در کشور. حقوق انسان‌ها، حقوق سیاسی، حقوق مدنی، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت، این حقوق‌ها باید رعایت بشه. ولی این آیا در همین مقدار میتونه کافی باشه یا باید قدم رو جلوتر بذاشت؟ یکی از مسائلی که در ایران وجود داره مسئله زبان هستش، و اون این که در ایران همه به زبان فارسی صحبت نمی کنن و متاسفانه برخی گمان میکنن قومی به اسم فارس وجود داره. فارس زبان در ایران وجود داره، فارس هم داریم، ولی قوم به فارس، تمام فارس زبان ها فارس نیستن. من که در همدان زندگی میکنم، در شهر کوچک ما لور هست، کرد هست، ترک هست، فارس زبان هست. حالا من نمیدونم اونایی که به دنبال جدایی اینها هستن و میخوان فدرالیسم قومی به وجود بیارن چه بلایی میخوان سر اون شهر بیارن، خدا میدونه.
ولی خب یک واقعیت، مسئله زبان یک واقعیته، ولی حق تعلیم و تربیت به زبان فارسی یک حق اساسی است. ما این مسئله رو از کی داریم؟ از زمان پهلوی داریم که عملا زبان فارسی یک زبان رسمی شد. ما قبلش زبان فارسی به خاطر اینکه تحمیل نباید بشه، یعنی نمیتونید شما تحمیل کنید بگید شما حق ندارید به زبان دیگه صحبت کنید یا به زبان دیگه بخوانید یا به زبان دیگه یاد بگیرید، این یه حق اساسی است، این باید به رسمیت شناخته بشه. متاسفانه بعضی‌ها فکر میکنن این بر هم مشکل داریم، بعضی‌ها فکر میکنن نخیر باید همه فارسی صحبت کنن، اگر فارسی صحبت نکنن زبان فارسی لطمه ببینه. آقا زبان فارسی زمانی که از چین تا دربار عثمانی به زبان فارسی صحبت میگفتن و زبان فارسی بود، اون موقع رسمی نشده بود. ترک ها در ایران حکومت میکردن، قاجاریه در ایران حکومت میکرد، صفویه در ایران حکومت میکرد و به خاطر رسمی شدن زبان فارسی نبوده که زبان فارسی گسترش یافته و تونسته نفوذ داشته باشه. خب اونا یک مسئله ادبیست، مسئله فرهنگیست، هر زبانی میتونه براش به وجود بیاد. ما این مشکل رو یک مشکل اخیره، پس این مشکل هم باید حل بشه. آیا کافیست؟ نه. یک مسئله دیگه باید در قانون اساسی ایران از دید من این شناخته بشه و اون وجود هویت‌های مختلف. ما از هویت قومی نمیتونیم صحبت کنیم، بلکه اصولا با تغییراتی که به وجود اومده دیگه قوم اون مفهوم کلاسیک خودش رو نداره. در ایران بگیم مثلا قوم کرد، اینا یک زمانی قوم بودن ولی الان در ایران اینقدر این نزدیکی ها، انقدر این ارتباط ها، امتزاج ها زیاد شده که دیگه اون به اصطلاح قومی که خالص بوده، یه گروه خاصی بوده و جدا خودشو از بقیه میدونسته همچی چیزی نداریم. ولی نمیتونیم بگیم ما هویت کردی در ایران مثلا نداریم، ما نمیتونیم بگیم هویت آذری در ایران نداریم، ما نمیتونیم بگیم هویت عرب در ایران نداریم. پس باید فرهنگ این هویت ها به رسمیت شناخته بشن. فرهنگ اینها باعث میشه فرهنگ ایران که اینها زیر مجموعه اون فرهنگ هستند غنی‌تر بشه و به لطف اینها بوده که این فرهنگ در طول هزاران سال ساخته شده و ما الان به اینجا رسیم. آیا این کافی است؟ نه، یک مورد دیگه ای میخواد و اون این استش که ما استانهای داریم، باید این دموکراسی هرچی بیشتر و نزدیکتر باشه و نیاز داریم که ما شورای استانها داشته باشیم و این استانها حتی بتونن در سطح ملی مجلس دومی و به اسم مجلس استانها درش وجود داشته باشه. حالا همه اینها زمانی ممکنه که ما پایه‌های اصلی دموکراسی رو در ایران ریخته باشیم. پس حق هر ایرانی با هر هویتی که داره میتونه در یک سیستم دموکراتیک غیر متمرکز که حقوق اولیه انسان و حقوق شهروندی انسانها و حقوق فرهنگی و حق توافد و حق اشتراک رو به رسمیت بشناسه، این مسئله حل بشه در داخل ایران بدون اینکه ما قدرت‌های خارجی رو دخالت بدیم برای این گونه مسئله. و تنها در یک دموکراسی واقعی تمام این حقوق همه شهروندان ایرانی از هر قوم و زبانی میتونه تضمین بشه و تضمین بشه. دقیقاً، شما این مسئله خیلی مهمه. کسانی که از فدرالیسم قومی دفاع میکنن، فردا ما باید در ایران تعیین کنیم هر کس متعلق به چه قوم است. برای که وقتی شما میخواد در انتخاباتی شرکت بکنید باید بگید متعلق به چه قومی هستی. این واقعا وحشتناکه، حتی از دولت دینی هم مسئله دارتر هست برای آینده ایران. من خودم نمیدونم مال کدوم قوم هستم. من میدونم پدر مادرم ترکی صحبت میکردن، خودم فارسی صحبت، خودم متعلق به قوم فارس نمیدونم، خودم متعلق به ایران میدونم و فکر میکنم که با یک قانون اساسی دموکراتیک به مفهوم واقعی خودش ما میتونیم به راحتی این مسائلی که مسائل
نیستن، ولی قدرت‌های خارجی میخوان ازش استفاده بکنن و مسئله بکنن و ما رو تضعیف بکنن، استفاده بکنیم. و البته فقط اونها نیستن، متاسفانه دی هم هستن در داخل ایران که توهین میکنن به این هویت‌ها، به هویت عرب توهین میکنن، به هویت کرد توهین میکنن، به هویت ترک توهین میکنن و این دو با هم یک دست هستن، هر دو استبدادی فکر میکنن. مسئله رو ببریم روی حقوق و شناختن حق هر شهروند ایرانی تا راه حل براش پیدا کنه. به نظر میاد که اون دعواهای دیگه در واقع دعوا بر سر لحاف قدرت هست. دقیقاً برای اینکه همینطور که ما دولت دینی رو دیدیم چه شکلی اینها دین رو وسیله کردن، حالا یک عده میخوان فارس رو مسئله بکنن، یه عده میخوان کرد رو مسئله بکنن، یه عده میخوان ترک رو مسئله بکنن. مسئله ما انسانیت هست و چون در مرزهای جغرافیایی ایران و تاریخ ایران و فرهنگ ایران زندگی میکنیم، ایرانیت هستش. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از وقتی بودید. خیلی ممنون از شما. شب و روز همه خوش. اوقاتتون بخیر.